بشه مشم نسته به نستیخ توراسی تراسی بالان و مشه مراشا غیلت یعقوب در ادامه پاسوق هفت فصل سی و هفت زد حتورا لا اولا لامین خواه اول و لخطات و لاشان و لامیروی مولزه وقت حشلامی ما آرا با خیم اقادوش میفرمایند که او دیرمز به عمره اولزه و خشلامیم این که در ادامه پاسخ گفته اولزه و خشلامیم میخواد تخلیط ابرور هدف این جدا کردن خوبی رو از بدی بگه و این بالا بردن این خوبی به جنبه قدوشا به مرکز قدوشا یه به امساوت از زبخ به وسیله زبخ یعنی زب کردن یعنی زیر دست کردن یه سرهاره و قریزه بعد انسان بعد غریزه بعدش قالب بشه دیختیب کیزه وخل عشم به بسراه وامرو زال و خخامن و زیخنام در گمارای سوکا دافنون به تمودشون فهمودن که آتی و دشبار بارخو در آینده خداوند لیشخوت اتا ساتان یعنی شخیتا میکنه ساتان رو که این توضیح داره زیرنویس خدمتون از میکنم در گمارای سوکا می که دارش ربیه اودا داراش کرده یهودا در آینده خداوند یه سرهاره رو میاره و او رو سر میبره در جلو صدیقیم یعنی دیگه قدرت ازش میگیره یعنی معمولیت ساتان و یه تموم میشه در زمان ماشیخ دیگه ساتانی وجود نداره که بخواد ما رو فریب بده و ساتان که یک فرشته ای هست معمولیتش تموم میشه و دیگه کنار میره حالا اینجا به شکل شخیتا کردن این رو مطرحش کرده که برای ما مفهومتر باشه و هم جلو صدیقیم رو از کار بر کنار میکنه و معمولیتش رو خاتمه میده هم جلو رشایم. رشاییم ادامه میده گمارا که صدیقیم میبینن و به نظرشون میرسه این یه سراره مثل یک کوه بلندی و رشاییم به نظرشون میرسه مثل یک نخ مو و اینها گریه میکنن صدیقین و میگن که چطور ما تونستیم این کوه بلند رو تسخیر کنیم و گریه شادی میکنن رشایی نگاه میکنن و گریه میکنن میگن که ما چطور نتونستیم از این نخ مو بگذریم این یه که مثل یک نخمو مو بود نتونستیم بر اون غالب بشیم و خودم تعجب میکنه که چرا اینها رو خودشون کار نکردن یک کمی تلاش و کوشش نکردن یک کم فشار به خودشون نیوردن خودشون رو کنترل نکردن و میشد واقعا میشد که انسان خودش رو کنترل کنه و اولش سخته ولی بعد میشه اینه که رشاییم گریه میکنن و پشیمون میشن ولی دیگه راه برگشتی نیست دیگه نمیشه تکرار بشه این فرصتی که به انسان دادن در زمان ماشیخ دیگه برگشتی وجود نداره ادامه میدیم پیروش آرا برای رو او پیروش شخیتا زو و توضیح این شخیتا که میگه خدا من ساتان رو شخیتا میکنه میکه شیاسیر میمنو یعنی دور میکنه ازش اون جنبه ای که بهش حیات میده که اون نیسوس قدوش هست. یعنی اه هر اه موجود زنده ای که در دنیا هست اون داره میمه که تغذیه میشه از قدوشا برای زنده موندنش اینجا هم ساتان از قدوشا داره تغذیه میشه این حیات همه موجودات هست که از قدوشا باید حیات بگیرن ولی حالا دیگه اشم ازش میگیره این تغذیه رو از قدوشا و کار او تموم میشه و از بین میره واضح اشلامیم یعنی تموم میشن کامل میشن تمام اون کارهایی که باید بوده انجام بگیره و بودی اکاتو و پاسوق مینیسه که کی از یوسک به امساوت اسقر تورا و به این کمال ما چگونه میتونیم برسیم به وسیله آموزش تورا که به زخوت مشغول شدن به تورای که مشغول میشن صدقین در ملامزه این موضوع یعنی زبه و سربریدن و از کار برکنار شدن بدی اینجا انجام میگیره و به این وسیله اشاره کردن خواهیم در صحبتشون که گفته شخیتا میکنن دیگه یه الزه ادرخ به همین شکل خواهد بود که خداوند از یک طرف و صدیقین از طرف دیگه کارد میگیرن و این رو میخوان زبش کنن زیرا به قدرت صدیقیم این زب انجام میگیره این صدیقیمی که تونستن جلوی خودشون بگیرن به کمک هشن و دیگه آبون نکنن حالا متا نک یاد گرفتی زوت تورا این اشاره به تورا میکنه که تمام این نکات جالب و بزرگ و سنگین رو با تورا میتونیم انجام بدیم یعنی غالب شدن قدوشا بر توما مقلوب کردن ساتان با توراست لولا لولا و این که نگید علاعت از شخینا که این در مقابل بالا رفتن شخینا و یکی شدنش با خودشا بریخوز و این که میگه لخطا طولاشا لباره شته بخینات یعنی اون دو جنبه ای رو که میخواد جدا کنه و از توم آ در بیاره اون قدوش ها رو و به جای خودش برگردونه چه میگار آولا هم که این اصل کار صدیقی میه ولی میلویم که گفته اولزه و خچلامیم که یکی بکنه اون جرقه هایی که فرود شدن به توم آ و اون رو به جای خودشون برگردونه ریزبا اخیت رو خواب و زب کنه یه سراره رو زبی که دیگه برگشتنی نیست یعنی دیگه اون موقع دیگه دوباره بر نمیگرده ساتان که بیاد ما رو آبون کار کنه گم یعمود خیلی فنشیم همچنین میسته خی زنده و جاوید به وضوع هشیم شلو اقیاد بین بخشه راتو که دست رازی کنه به هر کسی که بخواد بد بهش کنه و بدش رو بخواد لیز بو وقت, زب وقت که دیگه زب کنه یعنی دیگه کار ساتان تموم میشه دیگه برگشتی نیست با یشم لملخ و خداوند به پادشاه خواهد بود در تمام دنیا اشم میخواد و شما خواهد که این یعنی پاسخ زخلیای چهارده پاسخ نو هست به او عمرو و این که میگه پاسخ گفته شلامی پیروش میشه که تموم میشه تمام اون جنبای ها و همه یکی میشن و به جای خودشون برمیگردن به عمرو سیبا با و این که پاسخ بعد میگه هشستی بعد هشم برمیگرده به اون سببی که باعث تمام اون مدارج و نکات مثبت میشه که تورایی که ذکر کرده در ابتدای پاسخ مثل اینکه اینو هشم گفته زوت اتورا سی هشم یعنی اون پاسخ سی و به پاسخ سی و مربوطه زوت اتورا همون چیزی که خدا دستور داده که یاد بگیریم به منظور این که برسیم به تمام این نکاتی که گفته شد و نه هدف دیگری و میفرماید به یوم سبوتو در روز دستور دادنش که ذه دوار که این مطلب به اونا گفته شده در حضور پای کوه سینای که در پاسخ 38 هم اشاره به هر سینای و میدبر سینای میکنه یعنی تمام این تعالی و ها و نجات جرقای قدوشا از دست تو ما تمام اینها در کوه سینای به مشهره بنو دستور داده شده و همه اینا توسط آموزش تو را به دست میاد با محل اقریب و گفته که تقدیم کنن قربانی رو که اینجا اشاره شده در توصفت بیور در اضافه توضیح که ما توضیح دادیم که تقدیم میکنن تمام قسمت های که اون منتصب به جامعه اسرائیل یعنی به نزدیک میشن یعنی متصل میشن به قدوش شم ادراگت اقدوش ها که این اصل قدوش است و تمام قسمت های قدوشا به اونها متصله و به وسیله تو را نزدیک میشن اون قربانی هاشون تقدیم میشن و یکی میشن تمام اون جنبه های قدوشا طوری که بالا ما توضیح دادیم انشاءالله که ما بتونیم هدف اصلیمون رو در آموزش تورا قرار بدیم خوب یاد بگیریم خوب اجرا کنیم و خوب یاد بدیم و هرگونه میکشور لغزش و آون از مسیر ما از مسیر تمام فرزندان ما و جامعه اسرائیل به دور باشه و بتونیم حقیقت تورا رو درک کنیم و به درستی آموزش صحیح ببینیم و اینطوری که شایسته و بایسته است عمل کنیم آمین که یه هیراتسون